امشب در 24 موج واکنش ها به مناظره نامزدهای ریاست جمهوری ایران. منتقدان جمهوری اسلامی میگن مناظره مثل خود انتخابات نمایشی بود. بحث درباره میزان باورمندی مذهبی بعضی ایرانی ها در شبکه اکس. موج واکنش ها به یک کاربر الجزائری که گفته رفتار ایرانیانی که قبلا مسلمان بودند آزاردهنده است. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. واکنش‌ها به مناظره اول نامزدها برای جانشینی ابراهیم رئیسی ادامه داره. موضوع مناظره برنامه‌های نامزدان در حوزه اقتصادی و توسعه بود. با این حال در ادامه مخالفت فعالان و جمعیت‌های سیاسی با شرکت در انتخابات نظام به نظر می‌رسه مناظره نامزدها هم موج جدیدی از واکنش‌های مردم رو به همراه داشته. چی باید بریم رای بدیم؟ به خاطر اینکه الان میرم دم نونواینون بگیرم میگن صحنه آردا رو کم کردن یا تعطیله یا دوتونون بیشتر بهتون نمیدیم. میرم قصابی گوشت بگیرم، گوشت کیلو 1,000,000 تومان، نباید بدونم گوشت بخرم. میرم قبرستون سر خاک مادرم که کرونا باعثش شد و باعث کرونا هم خامنه‌ای شد که نذاش واکسن خوب بیاد تو مملکت. بچه‌شون میفته به این قبرهای جوانایی که از اول انقلاب خامنه‌ای و خمینی جلاد کشتن و زیر خاک کردن. و رأی بدیم که این ترسک‌های جدید خامنه‌ای بیان دوباره خونمون رو تو خیابون بریزن. نه، به هیچ وجه رأی نخواهیم. همکارم مراد ویسی از واشنگتن دی سی، فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت و محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار از پاریس با ما هستند. با همکارم مراد شروع می‌کنم. فکر می‌کنی این مناظره به خصوص حرفای ظریف می‌تونه تغییری در رویکرد رای‌دهنده‌ها ایجاد بکنه؟ با همکارم مراد ویسی شروع میکنم. اگر صدای من رو داری پرسیدم که فکر میکنی مناظره ها میتونه تغییری در رویکرد رای‌دهنده ایجاد کنه؟ خب به نظر میرسه که ارتباطمون با همکارم قطع شد. با خانم کنعانی پس شروع میکنم. همین سوال از شما میپرسم خانم کنعانی، چقدر فکر میکنید که ممکنه این مناظره ها و جنجال هایی که دارن سعی میکنن درست بکنن تغییری در بایکوت کردن انتخابات میتونه ایجاد کنه؟ ببینید، به هر حال جمهوری اسلامی جناب داره تمام سعیش رو میکنه که این تنور انتخابات رو گرم نگه داره. از ورود ظریف به عرصه مناظرات انتخاباتی بگیری تا به هر حال حالت دو قطبی سازی که دارن سعی میکنن ایجاد کنن برای اینکه به هر حال بتونن طرفین در واقع وزن انتخابات رو به سمت یکی از طرفین در واقع جناحین جمهوری اسلامی، حالا یا اصولگراها یا اصلاح طلبها، سنگین کنن. اما بحث خیلی مهم این هست که ببینید در گفتمان همین آقای ظریف که الان شما بهش اشاره کردید خیلی به فلاکت اشاره شده بود و خیلی هم در این مورد صحبت کرده بودن که آنچه که در سیاست خارجی این دولت حالا گذشته بعد از دولت روحانی که شون وزیر امور خارجش بودن در فضای سیاسی ایران اتفاق افتاده باعث فلاکت و بدبختی در مردم شده. به نظر میاد که دارن سعی میکنن با توجه به برایند آنچه که به قول خودشون فلاکت اقتصادی هست، حالا از این وعده انتخاباتی برای بهبود شرایط اقتصادی استفاده کنن. اما یه چیزی که در واقع مدام در ذهن من حداقل زمانی که اینو میشیدم تکرار میشد این بود که همین آقای ظریف زمانی که خودش وزیر امور خارجه بود و بهش گفتند که مردم ایران در وضعیت فلاکت قرار دارن به خاطر تحریم ها، به خاطر حالا وضعیتی که به وجود اومده بود، ایشون با گردن کلفتی پاسخ دادن که این چیزیه که خود این مردم انتخاب کردن. و اگر یادتون باشه دقیقاً اشاره کردن به شرکت در انتخابات به عنوان سمبل چیزی که نشون میده مردم این نظام رو انتخاب کردند و در واقع آنچه که بر سرشون میاد در نهایت حقشون. یعنی در واقع فهوای کلام آقای ظریف در اون زمان این بود. بنابراین یک نتیجه خیلی ساده میشه گرفت. شرکت در این انتخابات بنا به گفته خود آقای ظریف یعنی تایید این حکومت. حالا این کسی که برای مردمی که در واقع یک بار انقلابی رو یک دو سالی به دوش کشیدن، تاوانهای سنگین از جانهایی که از دست رفت تا چشمهایی که نابینا شد تا این همه عزیز فریختهی که ما در زندان داریم، این ترسناک این آمارها به اضافه یه فشاری که در واقع به صورت متعاقب با اون انقلاب حالا زن زندگی آزادی و اون در واقع جنبش مقاومت مدنی حداقل در برابر حجاب اجباری و این وضعیتی که گشت ارشادها در خیابان‌ها به وجود آوردن، در واقع من فکر می‌کنم بسیار با یه
بایستی ساده بینانه باشه که حکومت جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه با ورود کسی به اسم زری که خودش در واقع در نهایت تبدیل شد به یکی از بدنامترین چهره‌های حالا همون جناح خودش، حتی تنور این انتخابات رو گرم کنه. این مردم درسته که حافظه تاریخی در خیلی از ملت‌ها کوتاهه، اما مردم ایران دیگه سال گذشته، دو سال گذشته یا پنج سال گذشته خودشون رو که نمیتونن فراموش کنن. ما هنوز سیاه‌پوش عزیزانی هستیم که از دست دادیم، هنوز در حول و ولای نجات جانهایی هستیم که در زندان هستن، هنوز احکام اعدام داریم. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی واقعا خیلی دست بالا خودش رو گرفته و شاید هم خیلی رو حافظه مردم و یا ضعف حافظه مردم حساب کرده. فکر میکنم ارتباطمون با همکارم مراد ویسی الان برقرار شده. این رو داشتم میپرسیدم که خانم کنانی جواب داد که چقدر فکر میکنی جنجال هایی که دارن سعی میکنن ایجاد بکنن با یک مقدار داغ کردن تنور انتخابات، از جمله شرکت پزشکیان، از جمله حرفایی که تازگی محمد جواد ظریف چه در مصاحبه چه در این مناظره زد، ممکنه بعضی ها از روی استیصال هم که شده به انتخابات جمهوری اسلامی آری بگن؟ گو اگه میخواییم سر مردم شیره بمالیم خوب بمالیم. به نظرم حرف اصلی همین بود، یعنی حرف اصلی ظریف و روحانی اینه که بیایم این رو دوزک بزک بکنیم، سرکوب آشکار نکنیم. اگر میخواییم در نظام بین الملل جمهوری اسلامی دفاع کنیم، کاری کنیم که دنیا فریب ما رو بخوره، همونجوری که دنیا در سال 57 فریب ابراهیم یزدی، قطبزاده و بنی صدر رو خورد که یک چهره دیگه از خمینی دادن، ظریف میاد میگه بگیم یه چهره بهتری از خامنه‌ای ارائه کنیم. فراموش نکنیم که ظریف عضو دولتی بوده که در آبان 98 وزیر کشورش در کنار وزیر خارجه که نشسته، وزیر کشورش میگفت فقط به سر شلیک نکردیم، به پا شلیک کردیم. ظریف عضو شورای عالی امنیت ملی بوده که در سال 98 دستور سرکوب داده. جمهوری اسلامی فعلی در بخش خارجیش حداقل تا حد زیادی محصول ظریف و امثال ظریفه. ما نمیتونیم بگیم که ظریف الان تونست مردم رو پشت سر پزشکیان بیاره. ظریف تونست یک گل به اردوگاه رقیب بزنه، بعد از اون مناظره بی‌رونق یه دفعه فتیله هیجان رو برد بالا. دو تا سوال میمونه: آیا ظریف میتونه مردم رو بیاره پشت سر پزشکیان؟ به نظرم تا الان که نه. ظریف میگه آی مردم، ما که شما رو در خیابان کشتیم، الان بیایید به ما کمک کنید که پزشکیان رو بکنیم رئیس جمهور. مردم، ما که هم خاتمی، هم روحانی، هم احمدی‌نژاد، هم رئیسی این وضع فلاکتبار رو به گفته خودش درست کردیم، حالا دوباره بیاید به ما رأی بدید. به نظرم مردم ظریف، خاتمی، احمدی‌نژاد، رئیسی رو دیگه الان نمی‌بینن. مردم عملکرد کلی نظام رو می‌بینن، این و دل سردن و نمیان. در مورد حاکمیت هم حرفای ظریف بر حاکمیت مؤثر نیست. حاکمیت یعنی خامنه‌ای و سپاه و اونا از این حرفای ظریف استقبال نمی‌کنن، اتفاقا از حرفای برعکسش استقبال می‌کنن. فراموش نکنیم اگر نظام رفت اون رفتار رو کرد در دوره جلیلی احمدی‌نژاد رئیسی، رهبر جمهوری اسلامی نمی‌خواست، سپاه ازش حمایت می‌کرد. بنابراین ظریف با وجودی که یه گل زد به اردوگاه حریف، با وجودی که من همیشه گفتم دیپلماتیست توانا و قدرتمند، ولی در خدمت شر، در خدمت دیکتاتوری، در خدمت کسی که داره مردم میکشه و در خدمت کسی که وضع کشور رو به اینجا رسونده. بله، ظریف دیپلمات توانایی است، قدرتمنده، ولی در خدمت شر و دیکتاتوریه. بعیدم میدونم که بتونه یک موج بزرگی در حمایت از پزشکیان ایجاد بکنه. خود حکومت هم به نظر تو اندازه زیادی از این مطلع است آقای اکبر، اینطور نیست؟ یعنی در حرفای مقامات جمهوری اسلامی، چه در بین اصولگرایان چه در بین اصلاح طلبانی که میخوان پشت پزشکیان بیستن، میشه دید که به جد نگران هستند که مشارکت در این انتخابات بسیار سرد باشه؟ وقتتون بخیر. ببینید، ماجرا از هر جهت برای حکومت پیچیده است، هم از این جهت که اتفاقاتی در سالهای اخیر افتاده که هم به لحاظ بین المللی و هم به لحاظ داخلی مشروعیتش رو دچار بحران علنی کرده. یعنی اگر قبلن لایه‌هایی بود که این بحران مشروعیت رو میپوشاند، اتفاقاتی افتاد که این رو علنی کرد. مثلا در سال 1401 و در جنبش زن زندگی آزادی
او 3 بار حداقل سخنرانی کرده که در اون سخنرانی خواص رو دعوت کرده به اینکه سکوت رو بشکنن و مثلا مثال زده ماجرای کربلا و غیره رو. این یعنی حکومت، رأس حکومت تنها شده، حتی در داخل خودش هوادار نداشته، با مشکلاتی که از این جهت در اطراف خودش احساس کرده تا رسیده به انتخابات مجلس و اون رسوایی انتخابات که حتی کسانی که تصور می رفت همیشه شرکت می کردن اونا هم دیگه شرکت نکردن. این بار مثلا آمد به گفته خود برخی از مدافعان مشارکت در انتخابات یک روزنه ای باز بکنه. حالا اتفاقی که می افته اینه که گفتم پیچیده است براش. از یک طرف باید موج ایجاد بکنه تا بتونه مثلا حداقل تصویر شلوغی از مشارکت در انتخابات ایجاد کنه، چون من خیلی مطمئن نیستم به سلامت شمارش آرا، اما حداقل تصویرش رو بتونه ایجاد بکنه. اما به محض اینکه میخواد این تصویر رو ایجاد بکنه، هیجانی مثلا ایجاد بکنه، اتفاقی مثل امروز میفته. اون چه که آقای ظریف گفتن یک کارکرد هم داره، فراموش نکنیم، یعنی یه ذره از انتخابات فاصله بگیریم. یکی از کارکردهایی که حرفای امروز آقای ظریف داره اینه که گزارشی ارائه میده از اون چه که در این سالها گذشته تمام توانایی و عرضه و قدرتی که اونا داشتن و با اراده یک نفر تمام اون قدرت به فنا رفت. مثلا وقتی آقای ظریف میگه که قانون جامع اقدام راهبردی بود که مانع موفقیت و پیشرفت ما شد، ما داشتیم جلو میرفتیم، قانون رو علی خامنه ای تایید کرد، تشویق کرد، حتی گفت این قانون نجات دهنده ماست، نجات دهنده کشور از سرگردانی هاست. معنای حرف ظریف اینه که اون چه که در این سالها گذشته هر قدر هم که موفقیت داشته میتونسته، یعنی داشته باشه، با اراده یک نفر تمام اون موفقیت ها از بین رفته. پس نتیجه بگیرم، اگه بخوان حرف نزنن که فضا مرده است، اگه بخوان حرف بزنن و هیجان ایجاد کنن باید گزارشی از واقعیت بدن که این گزارش بیشتر حکومت تک نفره و ولایت مطلقه رو رسوا میکنه و نقش او رو در این فلاکتی که جامعه دچار شده بیشتر نشون میده. مهمانان برنامه لطفا با ما بمونید، میخوام نظر یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال رو هم براتون پخش کنم. سنداب کمدی رو انداخته. 6 نفر آدم فاسد، قاتل و دوز رو نشونده، میگه حالا به یکی از اینا شما رأی بدین. اینا میخوان کاره مملکت بشن، اینا میخوان مملکت رو درست کنن، اینا میخوان اقتصاد رو درست کنن، اینا میخوان جلوی مسائل و مشکلات رو بگیرن. ننگ بر همتون. همچنان با همکارم مراد ویسی و همینطور خانم کنانی و آقای اکبرین هستیم. دوباره با مراد شروع میکنم، ولی یک استیصالی هم در جامعه وجود داره الان مراد، اینطور نیست؟ یعنی برای خیلی ها نگاه میکنن میبینن خب در جنبش زن زندگی آزادی حکومت همچنان به سرکوبش ادامه داد و سر جاش باقی مونده، حتی در تنش‌های بین‌المللی هم با اسرائیل به شکلی رویارویی داشت و از پا در نیامد، و بسیاری از ایرانیانی که در اون کشور دارن زندگی میکنن بالاخره شرایط زندگیشون طور است که باید یک تصمیمی بگیرن. چقدر فکر میکنی این ممکنه تاثیرگذار باشه؟ فکر میکنم که این استیصالی که در کلیت جامعه ایران هست راهگشا هست برای اینی که به یک تحول بزرگ در جامعه ایران منجر بشه. ببینید، ما با حالتی نوعی قفل شدگی در ایران مواجه هستیم. نه حکومت میتونه اون حجابی رو که میخواد سر مردم کنه، نه مردم از شر حکومت در امانن، یعنی نه مردم دلشون میخواد اون لباسی رو که میخوان بپوشن، نه حکومت اون لباسی رو که میخواد میتونه تن مردم کنه. در عرصه اقتصاد هم همینطوره، در عرصه سیاست خارجی هم همینطوره، در عرصه اپوزیسیون و دولت هم و حاکمیت هم همینه. نه حاکمیت میتونه مردم معترض و اپوزیسیون رو کامل سرکوب کنه، نه اپوزیسیون و مردم میتونن حکومت رو سرنگون کنن. این به نظرم شرایطی به وجود آورده که مردم ایران به این نتیجه رسیدن خب ما دیگه بازیای گذشته رو ادامه نمیدیم، نمیریم بین اصلاح طلب و اصولگرا انتخاب بکنیم، نمیریم به یکیشون امید ببندیم شاید اوضاع بهتر شد. مردم کاملا از هر دو تا جناح ناامید شدن، رفتن سمت تحریم، دیگه به بازیای حکومت وارد نمیشن، میرن روی این کار میکنن که آیا میتونن حکومت رو سرنگون کنن یا نه. آیا این کار به راحتی صورت میگیره؟ نه.
78 اعتراض شده، 88 شده، 96 شده، 98 شده، 1401 شده. ولی اگر دقت کنیم در مجموع مردم پیش رفتن، حکومت نتونسته سرکوب کنه یا قوی تر بشه. مردم الان هم اعتراضاتشون فراگیرتره، هم مطالبهشون از اصلاح طلبی رفته سرنگونی، هم در مقابل حکومت جسورترن، هم اقشار بیشتری دارن اعتراض میکنن، هم در سطح کشور هم شهرهایی که همیشه اعتراض میکنن بیشتره. آیا این میگه معناست که حکومت فردا میفته اگه تو انتخابات شرکت نکنیم؟ نه نمیفته، ولی مسیر حکومت به این سمتی که داره ضعیفتر میشه، نشانهای فروپاشیش هست. از اون طرف هم مردم در مقابلش قویتر شدن. انتخابات هم دو هفته یه ماه هست، به خاطری که خبر انتخابات اون بیشتر مطرح میشه، ولی دو هفته دیگه که خبر انتخابات تموم بشه دوباره معادله اصلی، معادله براندازی و حکومته، معادله مردم معترض و حکومته. و این رو هم عرض کنم، حکومت 100 بار اعتراضات مردم رو سرکوب کنه برای بار 101 102 103 بهش نیاز داره، ولی یه بار مردم حکومت رو پیروز بشن دیگه حکومت کارش تمومه و رفته. به نظرم اصلاح طلب اصولگرا دیگه رفته کنار، اون معادله دیگه بین مردمی هن که خواهان سرنگونی هن و حکومتی که میخواد سرنگون بکنه، این معادله اصلیه. و عدم شرکت مردم در انتخابات هم به نظرم در چارچوب همین معادله داره انجام میشه. خانم کنانی، تا روز انتخابات طبیعتاً همه اینها گمانه‌زنی‌های سیاسی هست. اگر همین انعکاسی که در شبکه‌های اجتماعی داریم می‌بینیم روی زمین هم ببینیم و مردم مشارکت نداشته باشند، خب گمان می‌کنم مخالفان جمهوری اسلامی کم و بیش به خواستشون رسیدن. اما اگر برعکس بشه، در این فرصت کوتاهی که باقی مونده به اشکال مختلف حکومت بتونه اونقدری که یک مشروعیت نسبی برای جامعه جهانی نشون بده مردم رو پای صندوق بیاره، چه معنایی خواهد داشت برای هم براندازها هم برای خود حکومت؟ ببینید، در دو دوره انتخاباتی گذشته خب خلاف این قضیه ثابت شده و بنابراین من فکر میکنم با توجه به اون اتفاقی که در واقع از زمانی که مثلا در انتخابات گذشته ریاست جمهوری دیدیم و این حد فاصل اسفند سال گذشته تا الان، با توجه به نوع سرکوب جمهوری اسلامی، نوع قلدر معابیش و نوع در واقع رفتارش نه تنها علیه مردم بلکه این حالت یاغیگریش در حتی جهان سیاست جهانی و در مقابل کشورهای بین المللی، کارو به جای رسونده که به هر حال مردم میدونن امید به این حکومت بستن، در نهایت تکه بر تار عنکبوته، یعنی واقعا کارو به هیچ جا نمیبره. بنابراین من فکر میکنم ما باید تاکیدمون در نهایت بر این باشه که به هیچ وجه انتخابات در جمهوری اسلامی هیچ نشان رد و بوی از دموکراسی یا حتی ذره بهتر شدن از اوضاع نداره. فراموش نکنیم هر دولتی که در این سیستم بر سر کار اومد زمانی که رفت عیناً دموکراتیک است. کنانی ببخشید، نپرسیدم که آیا دموکراتیک است انتخابات در ایران یا نه، گفتم اگر یک مشارکت قابل توجهی صورت بگیره، اگر فرض کنید بالای 50% شرکت بکنن بیشتر از انتخابات مجلس، اون موقع چه پیامی میفرسته؟ ببینید چنین اتفاقی نمیفته، این خیلی بعیده، برای اینکه من فکر میکنم حتی جمهوری اسلامی هم حتی از نوع چینش مهره‌های تایید صلاحیت شدهش هم نشون داده که روی این قضیه حساب نکرده، وگرنه سعی میکرد حداقل نزدیک بشه به اون چیزی که میدونه سلیقه مردمی هست که خب سلیقه‌شون رو در این چند ساله به وضوح اعلام کردن. حالا درسته که سرنگونی هدف نهایی و اصلی هست و در واقع براندازی اون چیزی که مردم میخوان، اما حتی اگر ذره‌ای میخواست به فکر حتی افزایش رفاه مردم باشه، گزینه‌های دیگه‌ای روی میز جمهوری اسلامی بود، کسان دیگه‌ای هم بودن، حتی در همون سیستم هم میتونست در واقع یک به قول معروف شیره‌ای که به بنا به گفته آقای ظریف بر سر مردم بماله رو حداقل میتونست از بین گزینه‌های دیگه ای انتخاب کنه. اما در واقع جمهوری اسلامی طوری شمشیر رو از رو بسته که من فکر میکنم انگار اصلا براش مهم نیست. یعنی در نهایت این رو گفتم که بگم دموکرات بودنش که بدیهی دموکرات نیست، اما حتی تمایلی هم به این در واقع تمارز نداره، یا حتی بهتره بگم به این دروغگویی که آقا ما داریم سعی میکنیم در واقع آنچه که این مردم میخوان رو براشون فراهم کنیم، من این تمایل رو نمیبینم. ضمن اینکه شما وقتی به مناظره ها نگاه میکنید، ببینید شما مناظره های هفته های گذشته رو در اروپا مقایسه کنید که انتخابات بوده، روی یک موضوع روی یک مشکل فوکوس کردن، در مورد همون هر حزب یا هر گروه یا هر فردی صحبت میکنه، اینجا شما یک گوش حرف کلی میشنوید. از همه بدتر اتفاقی که میفته اینه که خودشون تاکید میکنن که نظام توش دزدی هست، تاکید میکنن که ارتشا هست، تاکید میکنن که مردم بهشون اعتماد ندارن، و از همه جالب تر تاکید میکنن که دروغگوان.
خب آخه چطور ممکنه وقتی گفتمان شش کاندید ریاست جمهوری که یکی از بالاترین مقام هایی است که در این سیستم جمهوری اسلامی قابل انتخابه، این هست که ما دروغگوی، مردم به ما اعتماد ندارن، ما فساد داشتیم و ما اصلا مهمتر مردم رو فقیر کردیم و به زنده ماندن رسوندیم، دقیقا جمله ای هست که یکی از کاندیداها گفت. چطور ممکنه ما بتونیم امیدوار باشیم که بالای 50% مشارکت در این سیستم اتفاق بیفته؟ البته ما به آمار دروغ هم یک گوشه چشمی داریم، میدونیم که جمهوری اسلامی یاد طولا در این کار داره، ولی 50% برای این بازه زمانی با این کاندیداها و با این اتفاقاتی که اخیراً در جمهوری اسلامی افتاده و از همه مهمتر همین الان داره در خیابان‌ها میفته، حداقل با این شدت سرکوب میتونم بگم قدری نشدنیه، در واقع یه مقدار غیر قابل باور هست. آقای اکبرین، چقدر این مناظره ها اصلا به ما تصویری میده از آن جمهوری اسلامی، آن رقابتی که خامنه‌ای به دنبالش هست؟ اون چیزی که ما در این مصاحبه های جمعی میبینیم، خیلی اسمشون نمیشه مناظره گذاشت، مناظره به هر حال ترجمه مشخصی داره، معنای مشخصی داره. اون چیزی که در این مصاحبه های جمعی میبینیم نشون میده که حکومت موفق شده مسیری که طی کرده برای چارچوب ریاست جمهوری در ایران، در واقع اون مسیر رو به مقصد برسونه. چرا؟ به خاطر اینکه علی خامنه‌ای در دوره‌های مختلف ابتدا اومد نظارت استصوابی شورای نگهبان رو تا جایی پیش برد که حتی وقتی مثلا در سال 88 معترضان گفتن که ما به هر حال معتقدیم تقلب شده و یه اختلاف داریم الان با شما، اعتراض داریم به شما، گفت شورای نگهبان رسیدگی کنه. گفتن خب شورای نگهبان که خودش طرف دعواست، توی اختلافات که طرف دعوا رو داور قرار نمیدن، داور رو یک نهاد بی‌طرف تعیین میکنن، بازم حاضر نشد کوتاه بیاد و گفت فقط شورای نگهبان. دست شورای نگهبان رو چنان در نظارت استصوابی باز گذاشت و البته خودش هم شریک در این نظارت استصوابی است که هیچ کس فراتر از اون سطح توقع علی خامنه‌ای بالا نیاد. این یک سمت ماجرا، یکی از مراحلی که طی کرد. مرحله دیگری که طی کرد، خیلی هم براش کار کرد طی چند سال، از سال 1375 دست سپاه رو برای مداخله در انتخابات باز گذاشت. در سال 75 در اون سخنرانی معروفش در صبحگاه لشکر 27 اونجا میگه که مثلا امام گفتند که سپاه در انتخابات دخالت نکنه، ولی مگر میشود که چون نیروی مثلا نظر نداشته باشه، یا خلاصه جملاتی شبیه این. دست اینها رو از اون روز به صراحت باز گذاشت، اعلام کرد عملا دورانی که گفته میشد نظامیان نباید در سیاست دخالت کنن گذشته و حالا شما وارد بشید و عرصه ها رو بگیرید. الان مثلا وزیر کشور یکی از سردارانه که قرار انتخابات رو اداره بکنه. بنابراین آنچه که در این مصاحبه های جمعی گذشته معلوم میشه، همه این شش نفر زیر اون سطح توقع علی خامنه ای هستن، حاضر نیستن جمله ای بگن که مبادا اون جمله از اون چارچوب ها خارج باشه، حتی برای رأی آوردن خودشون. این خیلی جالبه، یعنی ممکنه در دوره های قبل ما کسانی رو میدیدیم که برای اینکه رأی بیارن یه مرزهایی رو رد میکردن که آدم تعجب میکرد. در این دوره و ما در این مصاحبه های جمعی نمیبینیم کسی جرأت این رو داشته باشه که پاش رو از جایی فراتر بذاره. این نشون میده که علی خامنه ای در تعریف این زمین موفق بود. ممنونم از هر سه شما، همکارم مراد ویسی از واشنگتن، فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت و محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار از پاریس. همونطور که اشاره شد، محور اصلی مناظره نخست نامزدها برنامه هفتم توسعه و چگونگی دستیابی به رشد اقتصادی بود، اما بسیاری از شهروندان این صحبت‌ها رو شبه مناظره و خسته کننده توصیف کردند. نظر یکی از بینندگان ایران اینترنشنال رو بشنویم که بعد از شرکت در سه انتخابات قبلی این بار تصمیم گرفته رأی نده. این صفحه انتخابات من سه دفعه رفتم رأی دادم. بابت این سه دفعه از همه خانواده اونایی که توی راه آزادی کشته شدن و بچه هاشون شهید شدن، از همه خانواده هاشون معذرت خواهی میکنم و میگم واقعا اشتباه کردم. این سه دفعه هم رفتم رأی دادم و اون موقع هم رأی اولی بودم، جوگیر بودم. بعد از اون دیگه فهمیدم که واقعا اشتباه کردم. من معذرت خواهی میکنم از همه خانواده‌هایی که
بچه‌هاشون توی این راه شهید شدن و واقعا منو حلال کنید، واقعا ببخشید. خیلی ممنون. نه به جمهوری اسلامی. ساعت پیش هم جمعی از فعالان دانشگاهی متشکل از 10 تشکل دانشجویی و 11 دانشگاه در ایران انتخابات رو انتصابی از بین عاملین حکومت خوندن. در بیانیه این عده آمده که نامزدهای انتخابات در ایران به حفظ سیاست‌های نظام دیکتاتوری اسلامی بر پایه زن‌ستیزی، زندان و شکنجه و اعدام متعهدند. در این بیانیه آمده که رأی اونها انقلاب زن، زندگی و آزادی. اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا، صدای آزاد دانشگاه از دانشگاه هنر اصفهان، اتحاد دانشجویان دانشگاه سنتی اصفهان، تشکل دانشجویان پیشرو و تشکل آزاداندیشان جندی شاپور از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. در همین حال اتحادیه سازمان‌های مستقل برای آزادی ایران در آمریکا هم از همه ایرانیان ساکن آمریکا دعوت کرده که در روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران در تجمعات نعب جمهوری اسلامی در مقابل مراکز اخذ رأی شرکت کنند. در فراخوان این نهاد آمده که هدف از این اقدام انعکاس صدای مردم ایران در عدم شرکت در انتخابات نمایشی توسط نهادهای عضو این سازمان در شهرها و ایالت‌های مختلف آمریکا است. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن با ما. آقای آرام، بیشتر در مورد برنامه‌تون بگید، چه می‌خواید بکنید در واشنگتن دی سی و شهرهای دیگه؟ همونطور که اشاره کردین، در یافیران شبکه در واقع سازمان‌های مستقل در آمریکا که بیش از 18 نقطه و ایالت رو در خودش پوشش میده هم فراخوانی رو دادن. همه در انتظار این هستن که صندوق‌ها و مراکز و شعب اخذ رأی اعلام بشه. بر اساس آخرین اخباری که در اختیار هست، 344 صندوق ظاهراً قرار در خارج از کشور در مجموع گذاشته بشه که از این تعداد فقط مثلا 23 تاش در عراق هست. و یکی از مشکلاتی که ظاهراً دارن در جلساتشون، هم یک ساعت پیش جلسه خبرش مخابره شد که برای برگزاری انتخابات در خارج از کشور بوده، از مشکلاتشون کشور کاناداست با تعداد زیادی ایرانی که نمیدونن هنوز به چه صورت اون رو هماهنگ کنن. در منطقه واشنگتن دی سی که سه تا نقطه در واقع سه تا ایالت یا منطقه کنار هم است، واشنگتن، ایالت مریلند، ایالت ویرجینیا، تا اینجا میدونیم که انتخاباتی در دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی صندوقی اونجا خواهد بود. هنوز اطلاعاتی در اختیار نیستش که آیا در نقاط دیگه، در ایالت‌های دیگه هم خواهد بود، اما اگر در اون روز صندوق‌های دیگه هم در این منطقه وجود داشته باشه، همزمان تجمعات در واقع اعتراضی رو در مقابل تمام مراکز هتل باشه، مراکز متعلق به جمهوری اسلامی باشه، هر جایی که باشه اون تظاهرات برگزار میشه. اونجور هم که اعلام کردن از 7 صبح تا 9 شب قراره که این صندوق‌ها آرا عقص بشه. ما از 7 صبح و تا در واقع 9 شب این فراخوان رو خواهیم داشت، تجمعاتی به صورت هماهنگ برگزار خواهد شد. در دوره‌های قبلی، حداقل در دوره قبل از رئیسی به قبل، خب در خارج از ایران هم کم و بیش مشارکت بود در انتخابات جمهوری اسلامی. حتی اونهایی که مخالف جمهوری اسلامی بودن بعضی اوقات به نامزدی که به نظر اونها در بین بدترین ها دست کم بد بود رأی میدادن. الان بعد از جنبش زن، زندگی، آزادی به نظر میرسه که این ریزش بسیار بزرگ بوده و مشارکت احتمالاً خیلی کم خواهد بود. تصور شما چیست؟ علاوه یعنی بجز اون اعضای دفتر نمایندگی یا کسانی که وابستگی نزدیکی به جمهوری اسلامی دارن، میبینید که اصلا مشارکتی صورت بگیره در شهرهای آمریکا؟ بر اساس همین نکاتی که اشاره شد، مثلا دور دوم روحانی، فضای کارزاری و تبلیغاتی اساسا در خارج از کشور در همین آمریکا متفاوت بود. چندین صندوق در واقع تعبیه شده بود، مشارکت قابل پیش بینی بود که متفاوت از گذشته خواهد بود، بنابراین صندوق‌های بیشتری هم گذاشتن. الان اتفاقا به همین دلیل که الان تا همین لحظه هنوز صندوق‌ها را اعلام نکردن در چه نقاطی خواهد بود. نکته بعدی اینه که در وبسایت دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی نظرسنجی رو گذاشتن که آرا به صورت پستی در واقع دریافت بشه. اینم یک نمونه، این یک نشانی هست از اینکه اونا آگاهن که مشارکت در خارج از کشور به خصوص در آمریکا به شدت پایین خواهد بود و مشارکتی در واقع نخواهد بود. از این جهت هم اعلام کردن که اگر صندوق‌ها زیاد نیست یا اگر در واقع صف‌های دیده نمیشه یا اون چیزی که مردم مشاهده میکنن مثل دوره‌های گذشته نخواهد بود،
دلیلش اینه که خیلی ها خواستن پستی رای بدن، در حالی که اصلا رای پستی خودش مصداق کامل تقلب خواهد بود و مثل انتخابات های گذشته‌ای که در واقع سابقه داشته، آرا رو زودتر اعلام میکنن بدون اینکه شمارش آرای خارج از کشور اصلا به حساب بیاد. بنابراین با توجه به شرایط کشورهای ایالت‌های مختلف که در تماس هستیم، حتی این منطقه واشنگتن دی سی و حتی شمال آمریکا، آمریکا شمالی، کانادا، در واقع فضا کاملا متفاوته. هیچ نشانی از مشارکت یا اقبال عمومی نسبت به صندوق‌های رأی وجود نداره و همونطور که اشاره کردیم این مناظره ها و فضای انتخابات که الان وجود داره بسیار عقب مانده از در واقع جنبش انقلابی زن زندگی آزادی است. ممنونم از شما سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن با ما. این روزها در شبکه اجتماعی اکس اظهار نظری درباره نگاه مسلمانان به باورهای عموم ایرانی ها جنجالی شده. مضمون این توییت میگه که هیچ کس به اندازه یک ایرانی سابقا مسلمان آزاردهنده نیست. این توییت واکنش های زیادی داشته، حدود 5.5 میلیون بازدید و بیش از 3000 کامنت. بعضی کاربران از این توییت استقبال کردن و بسیاری از کاربران ایرانی هم در تایید این توییت گفتن مدت هاست راهشون رو از اسلام جدا کردن و خوشحالن بقیه هم این رو فهمیدن. در یکی از واکنش‌ها به این توییت یکی از کاربران نوشته جامعه ایران برای تعریف هویتش با بقیه کشورهای منطقه تفاوت عمیقی داره و اونم تعریف هویت به صورت تمدن فرهنگیه و نه هویت دینی. به همین دلیله که بعضی مسلمان‌ها از ایرانی‌هایی که قبلاً باورمند بوده و الان دیگه نیستن ناراضی‌ان. حسین غازیان جامعه شناس از واشنگتن دی سی و آرش عزیزی نویسنده و پژوهشگر تاریخ از نیویورک با ماست. آقای غازیان، الان چند روزی است که امکان نداره من این توییتر سابق یا اکس رو باز بکنم و در اون یکی دو تا پست اول واکنشی به این توییت این شهروند الجزایری تبار نبینیم. چه است واقعا به نظرتون دلیل اینقدر تفاوت فاحشی که دست کم در شبکه‌های اجتماعی میتونیم ببینیم بین ایرانی تبارها و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه که جمعیت اکثر مسلمان دارن؟ بله، دقیقا همینطور سی گفتین، اکانتی با 5000 فالوور و 5.5 میلیون بار دیده شدن این توییت نشون میده که چقدر در مرکز بحث و جا قرار گرفته. من فکر میکنم بخشی از این ماجرایی که در این توییت آمده و مشاهده ایست که در سایر کامیونیتی هایی که اکس مسلمان هم حتی جمع میشن میشه دید و اون اینه که ایرانی‌ها چرا خشمگین هستن نسبت به موضوع اسلام. بخشش برمیگرده به اون زمینه کلی خشمی که تو جامعه ما هست و ما در همه جایی رو ظاهر میکنیم، هم از اینکه اکس مسلم باشیم یا نباشیم یا هویت دیگری داشته باشیم، موافق و مخالف هر چیزی باشیم، معمولا این رو با یه خشم شدیدی بیان میکنیم. بنابراین بخشش برمیگرده به اون و این مشاهده شاید از این ناحیه ناشی شده. ضمن اینکه در نظر بگیریم اکس مسلم های ایرانی عموما با یک فرهنگ فقط روبرو نبودن که فرهنگ مثلا مسلمانی باشه، اونجوری که مثلا در پاکستان هست، کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، که شما با مجموعه آدمای روبرو هستی که اونا شما رو ممکنه سرزنش کنن از بابت اینکه رفتار مسلمانانه نداری، ولی چیزی بیش از این نیست. در حالی که در ایران یه دولته که به نام اسلام داره شما رو نه سرزنش بلکه مجازات میکنه، هم از اینکه به زندان بیاندازه یا حتی اعدام بکنه. بنابراین شدت اعمال فشار اسلام این آدم ها که ایرانی بودن خب خیلی بیشتره. ضمن اینکه اغلب این گروه های اکس مسلم هویت جمعی خودشونو در کشورهای غربی کردن که عموما دموکراتیک هستن و ضمن سکولار هستن و این فاصله عمیق اون چیزهایی رو که اونجا میخواستن و نتونستن به دست بیارن و اینجا میبینن، این فاصله عمیق شدت خشم رو هم بیشتر میکنه و بنابراین این ممکنه دلایل اولیه باشه که در این زمینه وجود داره. گذشته از اینکه اکس مسلم ها اغلبشون به ویژه ایرانی ها اون جوهر اساس اسلام رو هم دارن با خودشون حمل میکنن، یعنی قدری شبیه چیزی شدن که داشت مبارزه میکنن که عبارت باشه از تعصب، و تعصب وقتی با شدت رو خیریان بشه طبیعتا تبدیل میشه به این چیزی که این آقا مشاهده کرده و همونطور گفتم تو جامعه های دیگر مسلمان عرب و ترک و اینها راجع به ایرانی ها گفته میشه.
آقای عزیزی، خب ایرانی ها تنها جامعه نیستند که تعداد قابل توجهی خدا ناباور یا ATS دارند. در بسیاری از کشورها به خصوص اروپای غربی، اروپای شمالی، حتی در ایالات متحده آمریکا هم الان بزرگترین یعنی سریع‌ترین باور در حال رشد در بین آمریکایی‌ها بی‌باوری است. ولی به نظر میرسه که شاید خیلی مواقع به اندازه ایرانی ها اینقدر با اشتیاق به مبارزه با دین مثلا در آمریکا مسیحیت یا در خاورمیانه اسلام نمی انجامه. چه علتی داره به نظرتون که اینقدر ایتیست های ایرانی یا خدا ناباوران ایرانی بسیار پرسر و صداتر هستن و منعکس میکنن نظرشون رو اینقدر به صورت جدی؟ ببینید چند قضیه داره. اولا یک واقعیت مشخصش این هستش که خب اسلام و مذهب در قالب حکومت اسلامی که به ما حقنه شده در واقع یک مسئله است که مردم هر روز باش روبرو هستن. واقعا باور نکردنی. مثلا من این اواخر یک فیلم دیدم که در رسانه اجتماعی پخش میشه، چقدر مردم شجاعت دارن که مصاحبه میکنه با مردم، میگه با یه خانم چادری و میگه که شما حاضرید مثلا با آدم خیلی مذهبی ازدواج کنید و خیلی بیشتر آدمها میگن نه، و اینکه چقدر مذهب در زندگیتون نقش داره و خیلی میگن پایینه جمهوری اسلامی واقعا بزرگترین ضربه رو به دین اسلام در تاریخ این کشور زد. یعنی کاری کرد که بسیاری از مردم وقتی نگاه میکنن میبینن تمام کسانی که حرف از دین و مذهب میزنن، ببینید این فقط نیستش که با اینها مثلا مخالف با اینها هستن، ریاکاری رو میبینن. یعنی میبینن در ایران فساد، دروغ، دزدی، همه اینها تحت نام مذهب انجام میشه. فاسدترین و آدمهای جمهوری اسلامی، تمام این مقامات فاسد، همین توی انتخابات مثلا ریاست جمهوری میبینیم امثال مثلا علیرضا زاکانی، قاضی‌زاده هاشمی، اینا همه واقعا چهرهای فاسدی هستن، از خیلی جهت فاسد، مستبد و همچین چهرهایی هستن و همه اینها کلی قرآن میخونن و حرف اسلام و اینها میزنن و برابر این خیلی ضربه زده از این جهت. ولی از اون جهت از طرف دیگه باید بگم که خب این یک و یه مسئله دیگه هم که وجود داره. ببین این فقط مختص به ایران نیست، در تمام جوامع جهانی بحث جالبی، مثلا راجع به این پژوهش کردم داودی، یک بازگشت پیشا ابراهیمی بودن در واقع گرایشش وجود داره، حالا به درجات مختلف. مثلا شما ببین تو کشورهای بالتیک، حالا فقط خدا ناباوری نیست، بعضیا مثلا میان به ادیان پیشا مسیحی، مثلا به ادیان پاگان و اینها توجه نشون میدن. تو مکزیک که من زندگی کردم یادم مثلا خیلی ها میخواستن بیان به ادیان باز پیشا مسیحی و به آداب و رسوم اون درکی که از آزتک ها داشتن گرایشتشون بدن. خب در ایران ما که یک فرهنگ خیلی قوی باستانی قدرتمند داشته که تا قرنها قبل از اسلام برقرار بوده، طبیعتاً یک گرایشاتی به سوی اون هم هست. خود شما عزیز چطور با این موضوع کنار میاد؟ میدونم که بالاخره شما گرایش چپ دارید و در غرب هم زندگی میکنید. میدونم که بسیاری از چپ ها در غرب بالاخره با موضوع آنچه که اسلام حراسی میخونن مبارزه میکنن، در بسیاری از مواقع حتی اگر خدا ناباور باشن همدلی میکنن با اقلیت های اسلامی در کشورهای میزبان. چطور شما خودتون با این موضوع کنار میاد؟ از طرفی تجربه ایرانی بودن رو دارید و حکومت جمهوری اسلامی و میدونید که بسیاری از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی ممکنه نگاه نقادانه به اسلام هم داشته باشن، از طرفی نگاه چپ دارید و سمپاتی طبیعتا به اقلیت ها. چطور خودتون کنار میاید با این تناقض؟ ببین البته به نظر من هر کسی که اولا تناقض لزوم نداره که باشه، فرای باور من هر کسی که لازم نیست آدم چپ باشه. اگه ما حداقل تعهدهای لیبرالی رو داشته باشیم خواهان آزادی‌های بنیادی هستیم. یکی از اتفاقا می‌خواستم همین رو بگم بعدش، چند تا اتفاق غم انگیز هم در این میان افتاده. یه سری اینکه بسیاری از ایرانیان متاسفانه متحد بین آزادی‌ها نیستن لزوما. یعنی ما می‌بینیم که مثلا میان با واکنش‌های خیلی بد در اینترنت نشون میدن که مثلا چرا مردم دارن در نیویورک نماز می‌خونن، چرا مثلا مراسم عاشورا دارن. خب ببین شما اگه به آزادی باور دارین و به آزادی‌های بنیادین باور دارید، میگه همه حق دارن که حضور داشته باشن. در حالی که ببین شما در دنیا اگه کسی دنیا دیده باشه انواع مذاهب وجود داره. الان مثلا ما مذهبی داریم مثل مذهب مورمون که باور داره که مثلا تمام چیزهایی که در انجیل و تورات اومده اینها در واقع در اصل در قاره آمریکا اتفاق افتاده. یعنی باور داره مثلا کسانی از فلسطین چندین هزار سال پیش مهاجرت کردن اومدن به قاره آمریکا مثلا 2000 سال قبل از کریستوف کلم و اینها بعضیاشون شدن بومیان آمریکا و اینها. خب اینی باوری است که نه با مورمنا با مسلمانان اینه که حکومت در دست نداشتن. آقای عزیزی نه ببینین اولا در دست داشتن، شما اشتباه میکنین، مورمونا حکومت در دست داشتن، یک ایالت داشتن، ایالت حکومت تئوکراسی منظورم مثل جمهوری اسلامی.
خب اولا اونم داشتن، دوما خب اولا اونم داشتن دیگه، گفتم ایالت دزرتو داشتن ولی امروز تئوکراسی ندارن، اما به حال اکثریت رو در یک ایالت دارن و درون دموکراسی دارن کار میکنن. بعد ببینید اینکه شما میگید بله هر حکومتی میتونه قبلا حکومت اکثریت دین سالار داشته باشه، مسئله خب این چه ربطی داره؟ من نفهمم، من هر ربطش سوال شما نفهمیدم. چون در ایران جمهوری اسلامی وجود داره، مسلمان‌ها دیگه هیچ جای دنیا نباید حق آزادی مذهب داشته باشن. یعنی این به نظر من یک حداقل تعهد لیبرال هست. ببین ما چند تا مسئله داریم، یکی این مسئله تعهد لیبرال هست، یه مسئله دیگه اینه که ببین در حرف آقای قاضیان هم اینجوری بود، ما یه قصه غریبی همیشه پیش میاد اگه آدم خودش رو همیشه با در تضاد با یه چیزی فقط تعریف بکنه. ببین واقعیتش اینه که اسلام رو که نمیشه به جمهوری اسلامی تقلیل داد، اسلام یک مذهب بزرگ، یک میلیارد خورده آدم در سراسر دنیا داره و شما تمام این چیزهای منفی که بخواید پیدا کنید در بنیادگرای اسلامی در بنیادگرایهای دیگه هم پیدا میشه. و حتی ببینید مثلا حتی اگر مثلا تعصب باشه، ما الان واقعا بین ایرانیان همینجوری اگه شما یه ایرانی به طور رندوم ببینید یک جایی، اینکه چقدر متعصبه لزوما مربوط به این نیست که چقدر مذهبیه. بسیار آدم ها هستن خیلی غیر مذهبی هم هستن ولی به شدت متعصبن و تنگ نظرن و کوتاه نظرن و اهل استبدادن و هزار تا چیز دیگه منفی که میشه. یعنی به نظر من وقتی که کسی نگاه به دنیا داشته باشه بعد مدتی متوجه میشه این ارزش های اخلاقی خوب و بد، یعنی نگاه به دنیا رو آدم هرجوری تنظیم بکنه، واقعا نمیشه گفتش که فقط یک خطی به نام مذهب وجود داره، بیرون این همه خوبم و درون این همه بدن یا برعکس. یعنی واقعا به نظر من چنین چیزی برنمیاد. به یه نکته دیگه هم بگم، ببینید یه مسئله دیگه اینه که اسلام بخش از تاریخ ماست. آخه چطور میشه که آدم مثلا یک هویت ایرانی داشته باشه، مسجد شاه جاش کجای دارین؟ فردوسی حتی اونم یه صدای بامزه هم اینه. مثلا من یک خانم ایرانی چند وقت پیش دیدم که داشت مثلا توی جمعی صحبت میکرد، گفت ما شاعران پیشا اسلامیمون مثل فردوسی رو دوست داریم. یعنی یک مسئله دیگه است که ما انقدر بی اطلاعی تاریخی داریم میبینیم که فردوسی خب اینجوری ما حافظ قرآن بوده که اسمش حافظ بوده. یعنی با. اسلام رو نمیشه از تاریخ ایران جدا کرد، کما اینکه یهودیت رو نمیشه جدا کرد، کما اینکه دیانت بهائی رو نمیشه جدا کرد، کما اینکه مسیحیت رو نمیشه جدا کرد. یعنی ما باید ایران رو با در تمام تاریخش ببینیم و اسلام رو نیایم تقلیل بدیم به حکومت جلاد آیت الله خامنه ای. آقای قاضیان، آقای عزیزی به بحث لیبرالیسم اشاره کرد، به عنوان جامعه شناس چقدر نگران هستید که در فردای یک ایران آزاد نگاه اسلام ستیزانه اونقدر غالب بشه بر جامعه ایرانی که برای اون بخشی از جامعه که مسلمان هستن زندگی دشوار بشه و اون رواداری رو که در بسیاری از کشورهای غربی مثلا میبینیم نبینیم در ایران؟ ببینید حالا آقای عزیزی، خب یه مقدار از بحث خارج شدن ولی اون قسمتش که برمیگشت به مسئله تعصب، اتفاقا خلاف اون چیزی رو به من نسبت دادن که من گفتم که چون اسلام با تعصب همراهه و این معنیش نیست که بقیه ادیان با تعصب همراه نیستن، ولی چون با اسلام با تعصب همراه بوده، مخالفینش هم از این تعصب رنگ گرفتن، بنابراین اکس مسلم های ایرانی تعصب ضد اسلامی دارن، بنابراین در جوهر اندیشهشون، در جوهر رفتارشون همون جوهری رو مشاهده میکنیم که در اسلام هست، این تعصب. حالا اگر در پرتو همین ایده به آینده یک ایران لیبرال فکر کنیم، یعنی ایرانی که قراره در حکومت اسلامی نباشه، مسئله سر جای خودش باقی است، به این دلیل که ما باید مسئلهمون رو با اسلام روشن کنیم و روشن مسئله با اسلام، روشن شدن مسئله با تعصبه، یعنی اینکه تعصب به گونه‌ای قرار باشه که جا رو برای دیگرانی که متفاوتن، حالا امروز ممکنه جا رو برای غیر مسلمان ها تنگ کرده، فردا جا رو برای مسلمان ها کنه و برای سایر گروه های اجتماعی فرقی نداره، مادام که عنصر تعصب قرار که به عنوان یک بخش مهمی از فرهنگ روابط آدم ها رو تنظیم کنه، جا برای اون کسانی که با ما نیستن تنگ خواهد شد. حالا اگر بخواد وجه سیاسی هم پیدا بکنه، یعنی توسط قدرت دولت اعمال بشه، دیگه مهم نیست که علیه مسلموناست یا علیه کسایی است که علیه اسلام هستن، هر دو اینا یک الگو دارن، محتواش ممکنه متفاوت باشه. بنابراین اگر کسانی به فکر ایران آباد آزاد دموکراتیک هستن، باید ابتدا با تعصب مبارزه کنن. مهم نیست که این تعصب رنگ اسلامی داره یا رنگ ضد اسلامی داره، بدون این زیستن با تفاوت ها در ایران آینده هم ناممکنه مثل امروز. ممنونم از هر دو شما، حسین قاضیان جامعه شناس و آرش عزیزی نویسنده و پژوهشگر، شما برای همراهیتون.